سلام، سلام به شما عزیزان در ایران و دیگر نقاط جهان. به شما عزیزانی که منتظر هستید امشب خبرهای ویژه رو از جمهوری ولایت بشنوید و ببینید. در ادامه سفر اروپایی همچنان در مادرید هستم با شما، از مادرید زیبا، از مادرید سراسر شور و شوق زندگی، از مادریدی که کلکسیونی هست از سبک‌های مختلف معماری، نوعی موزه معماری هست، همون گونه که موزه‌های متعدد داره، سرشار از هنر نقاشی اسپانیا، هنرمندان اسپانیا که نقشی ارزنده در هنر نقاشی و نیز مجسمه‌سازی و معماری داره. مادریدی که خودش رو آماده میکنه مردمان این شهر زیبای اسپانیا همچون دیگر هموطنان خودشون آماده میشن تا تیم ملی اسپانیا رو در جام جهانی تشویق کنن. خبرهای ویژه ما اما بسیار است، از جمله وضعیت تیم ملی فوتبال ایران که با سختی های بسیار برای ورزشکاران ایرانی راه یافتند به جام جهانی و همچنان دختران و زنان ایرانی محروم از راه یافتن به استادیوم های ورزشی. برای شما خبرهای گوناگون داریم، از روایات تازه‌ای که روحانیون حاکم در ایران به تاریخ روایات شیعه اضافه کردند، از اختراع نوعی مسلمانان جدید و قدیم در چین، در چین بیش از حدود 1000 سال پیش، و همینطور چگونه آبگوشت میتواند، خوردن آبگوشت توسط مؤمنی میتواند به حمایت امام زمان از علی خامنه ای، آیت الله علی خامنه ای، منجر شود. روایتی تازه و روایات بسیار بسیار از زبان مسئولان و روحانیون حکومتی در ایران. کمتر هوا مصرف کنید، چرا که به زودی باید به همان اندازه که هوا مصرف می کنید هوا نیز تولید کنید. یکی از روحانیون حکومتی فتوا داده است. همراه شما عزیزان خواهیم بود و خبرهای ویژه از جمهوری ولایت تا لحظاتی دیگر. خب بینندگان عزیز، از کجا آغاز کنیم؟ از آمریکا، از اونچه که وزیر خارجه آمریکا به تازگی گفته درباره ایران. اما نه تنها آمریکا بلکه کل جهان، جهان غرب گرفته و جهان شرق سابق از شوروی و امروز هم هر جا که هست جهان شرق، اینها باید بدونن و آگاه باشن و اگر نمیدونن و آگاه نیستن، از این به بعد خواهند دونست و آگاه خواهند بود که ما نوعی سیاست خارجی تعیین کردیم که نه تنها در عرصه جهانی بسیار مفید هست، ما اولاد کوروش و داریوش و البته کمی هم علامه مجلسی، بلکه از نظر داخلی هم بسیار مفید هست این سیاست جدیدی که ما ایرانی ها اختراع کردیم. و اون چی هست؟ سیاست گروگانگیری، که یکی ظریفی میگفت که این سیاست یعنی گروگانگیری در واقع یک زمانی شده بود ورزش ملی انقلابیون ایران. خانم معصومه ابتکار رو حتما شما عزیزان اسمش رو حداقل شنیدید و تصویرش هم دیدید و یکی از تروریستایی یا یکی از انقلابیون هست در این برنامه باید گفت که از دیوار سفارت آمریکا، نه اینکه بالا رفتن، درهای سفارت آمریکا تو رفتن و دیپلمات‌های آمریکایی رو گروگان گرفتن. حالا این رو میگن گروگانگیری، اینو میگن عملیات تروریستی، این رو هزار و یک اسم دیگه ای برش هست، اما اسم اصلی اون در قاموس
انقلابی ما، انقلابی اسلامی ما این هستش که یک اقدام انقلابی بود و برکات بسیار زیادی داشت، وگرنه آیت الله خمینی که نمیومد بگه که این انقلابی بزرگتر از انقلاب اول. انقلاب اول یک سونامی مواهب و نعمتهایی رو با خودش آورد که این انقلاب دومی بسیار بیشتر و بیشتر، و حتی آیت الله خمینی گفت این انقلاب بزرگتر از انقلاب اول هست. از برکات این انقلاب یکی هم همین اواخر مرتب کشف میشه که خانم ابتکار گفته. چه گفته؟ اینکه اگر ما دیپلمات های آمریکایی رو گروگان نمی گرفتیم و سفارت آمریکا رو اشغال نمی کردیم، ایران می شد سوریه، عراق و حتی یمن. البته اون موقع یمن و سوریه و عراق اینطوری اختراع نشده بود. هم نسلان من یادشونه در ایران داشتن به هر حال بعد از انقلاب یه خاکی به سر خودشون می ریخت ملت و مردم غیر انقلابیون البته، ولی خب یک مرتبه این اقدام بزرگ، انقلاب دوم بزرگتر از انقلاب اول، لابد انقلاب سوم هم اون جنگ با عراق بود که اونم هدیه ای بود که آیت الله خمینی گفت یک هدیه الهی است، باید ما شکرگزار باشیم، که البته 8 سال هم شکرگزار بودن مردم، هنوز هم هستن. حالا این گفته اگه این کار نمی کردیم اونطور می شد ایران. بنابراین من اونجاست که کشف می کنم یک نوع دیپلماسی جدید هست. ما برای اینکه یمن و سوریه و عراق و اینها نشیم میریم سفارت آمریکا رو میگیریم اون موقع که بود، یعنی دوباره اگه باز کردن بازم میریم میگیریم، برای اینکه میترسیم به هر حال ترس دیگه یادم دوباره سوریه و عراق و اینها نشیم. و بعد مثلا اگه نمیخواستیم مثلا اون زمان بنگلادش مثلا کشور به هر حال ثروتمندی نبود از نظر اقتصادی پایین بود، اگه میخواستیم مثلا فرض کنیم بنگلادش هم نشیم از نظر اقتصادی، خب باید میرفتیم. حالا شاید به همین دلیله که ما از نظر وضع اقتصادی از بنگلادش و اون زمان هم عقبتر افتادیم. فکر اینو نکردیم، فکر اینو کرده بودیم که فقط عراق و سوریه که بعدها به این روز افتادن نشیم، پیش بینی میکردن علما، ولی فکر اینو نکردیم بنگلادش رو باید میرفتیم میگرفتیم، نیجریه مثلا نشیم باید میرفتیم دیپلمات های نیجریایی رو، و بعد مثلا یه جایی مثل انگلیس و این کشورهای کفار و فرانسه و اینا هم نمیشدیم که لباس های مثلا چی میگن میپوشن یا نمیپوشن یا اخلاقیات ما رو رعایت نمیکنن، باید میرفتیم این کار رو میکنن، فقط به فکر این بودیم که سوریه و عراق و اینها نشیم. بنابراین الان این موضوع رو که من دارم اشاره میکنم یه کشف جدیدی است، خانم معصومه ابتکار اضافه کرده به کشفیات بیش از اندازه و بیش از حدی که ما باید یک اداره یا وزارتخونه کشفیات بگذاریم. اما چه شد که با همه این تلاشی که ما کردیم ولی نه تنها به نحوی از جهاتی شبیه سوریه و عراق و یمن شدیم از نظر اقتصادی و بنگلادش اون زمان، بلکه از نظر پدیده هایی که در این کشورها به وجود اومد مثل داعش و طالبان، اینها از مواردی هم از پیشتر رفتیم. یه جایی کار ما لنگ بود، گروگان ها رو به اندازه کافی نگرفتیم، یه همچه کاره، یا شاید هم اینها کسایی که هستن اینها نمیدونم چشم دیدن کشور آباد و سرشار از رفاه و همه اینها رو ندارن. در کازرون میبینیم بانویی که اشاره میکنه اینها کی هستن، اینهایی که به نحوی مرتبط هم بودن، حتی برآمدگان از اقداماتی مانند اقدامات خانم معصومه ابتکار، تولید کنندگان انقلاب در کازرون با هم میبینیم. اگه دست به یه زن مرد بخوره ببین چجور آبرو خب ببینید
یکی از تولید کننده تولیدات بعد از انقلاب ما، و این بانو واقعا قدر انقلاب رو نمیدونه. به هر حال بانوی نازنین در کازرون، دیگه خود شما بهترین قاضی هستید ببینید قدر این نعمت ها رو ما نمیدونیم بعد از انقلاب. و بعد نوع دیگه هم تولید کردیم از همین قماشی که در کازرون دیده شده، در جای دیگه زوج هستن بعضی از اینها، از این تولیدات ما، مثل اون یکی بخر یکی ببر هست، یکی مجانی یا هر چی که هست، این زوج هستن، زن و شوهر هستن، مواظب هستن دیگه. ما ایرانی ها خب قبلا مدعی بودیم که آزارمون به مورچه هم نمیرسه، که میرسید، وگرنه فردوسی نمیگفت من آزار موری که دانه کش هست. منظور این بود چون آزار میدادن، فردوسی گفت آزار ندید، وگرنه برحال از این موضوع بگذاریم و نگاه میکنیم میبینیم از تولیدات بسیار بسیار مهم که من گفتم بارها حق ما خورده شده در عرصه بین المللی، این که اقداماتی که داعش و بقیه انجام میدن به اسم خود شما بعد انقلاب اقدامات انجام دادیم، ما سنگسار کردیم، ولی حق ما خورده شد چون جلو دوربین به خاطر اینکه یک مقدار به هر حال حکومت نجیبی هست، حکومت کمرویی هست، رو درواسی داره، جلو دوربین انجام ندادن. این دلیل نمیشه که اینو به اسم داعش و طالبان اینها ثبت کنن در مجامع بین المللی و بقیه جاهایی، یا در دولت هایی که به هر حال با حکومت ایران برای روابط بسیار حسنه دارن و بسیاری از موضوعات دیگه. حقوق ما چندان توجه نکردن از این بابت که ما ابتکار عمل از ما بود به اسم طالبان و داعش در کنم. یک زوج از تولیدات از این قبیل رو با هم میبین. نه آقا ببین، منو زده، میگه مملکت ما زورمون زیاده. دوستان این خانواده که اینجا میبینید به من حمله کرده. خب به من این را کنی، آقا رو نگاه کن، داشت با دست دارم میرم بچه به شم. این خانواده به من حمله کرده، چرا؟ چون با فاصله چند متر سگ من اینجا بد کردن. به من اشکال نداره، اشکال نداره، آقا باشید. از نظر دفهم. شرعی و از نظر قانونی سگگردانی جرمه. بله. الان هم 110 میاد، ایشونو سگشو با هم جلب میکنه. ایشون چون ترسیده سگش الان از اینجا برداشته برده. بله. خودشون هم مثل سگ داره میترسه و میلرزه و بنابراین بفرمایید، خواهش میکنم. حس کردم سگ نجسه. نه شما گفتی اینجا مملکت ما زور ما زیاده. شوهرت با مشت داره تو صورت من، شوهر فیلمشو دارم آخ خانوم، با مشت من بردمش عقب، نه تو صورتم، با مشت فیلمش هست خانوم. ولی وحشیه، ولی وحشیه، ولی وحشیه خانوم. اینو میخواد تربیت کنه، این بدبختو میخواد تربیت کنه. بله وظیفه شما نیست، با مشت شوهرت با مشت داره تو صورت من، با مشت داره تو صورت. حالا معرف شما درست سگ نجسته چه چیزی؟ من حیوانم و دارم اینجا میچرخونم، اومده با مشت زده تو صورت من، من اینو واسه همه دنیا پخش میکنم خانم. شما هم بخواه من داریم؟ بله معلومه، اینا معلومه سواسی، شما ها همه تو دست بزن دارید. این آقا، این آقا با مشت زد تو صورت من، به من حمله کرد. مردم همه بدونید به خاطر اینکه سگمو چرخوندم. سگه نجسمو. ای بابا باش، اصلا از نظر شما نجسه. چیزی که تو اسلام نجسه برای سلامتی. ای بابا خانم چیه این؟ من قبول ندارم اسلام شما رو، مگه دوره؟ شما مشکل ندارم، ما خانواده شما خانواده شما. آقا به خاطر این مشتی که زدی، به خاطر این مشتی که تو صورت من زدی، دنیا اینو میبینه، دنیا. این خانم از نجاست سخن و سگ نیز آفریننده خداونده با هر اعتقادی که هست و دار، میتونی راه خودتو کج کنی. و
اما این تولیدات ما به اینجا ختم نمیشه. خوشبختانه ما از نظر تولید و توسعه و افزایش تولید و کشاورزی و بالا بردن سطح تولیدات ملی خودمون به جای رسیدیم که دیگه در مراکز بهداشتی هم تقریبا داریم به خودکفایی میرسیم. تریاک میکاریم خشخاش، تا کی ما چشم به دست افغان، برادران افغان داشته باشیم؟ با هم میبینیم. مرکز بهداشت شهرستان شیراز، شهدای انقلاب، دروازه کاظم. خب دوستان، به نظر شما چی کاشتن اینجا؟ چیه خدا؟ این چیه؟ آشنا بشیم با این. به این میگن خشخاش. مسئولین محترم در مرکز بهداشت شهدا انقلاب مرکز شیراز مقادیر فراوانی خشخاش کاشتن. چه جالبه. ما پرسیدیم گفتیم چی میکارید؟ بسن شقایق وحشی. گلهاش رو نگاه کنید، نگاه گرزا دیگه. کم کم وقتش داخل اینم نگاه کنیم. این داخلش هنوزم بذرش نرسیده. خیلی جالب شد. خواهش میکنم از دوستانی که این فیلم رو در فضای مجازی میبینن پخش کنن. خب ببینید، من بارها اشاره کردم که آمار مختلفی هست که حدود 3 میلیارد دلار ترانزیت هست مواد مخدر از افغانستان گذر میکنه. نه یه روز، دو روز، یه ماه، دو سال، ده سال، بیش از 20 سال هست ترانزیت میاد از ایران میره. بخشیش هم در داخل مصرف میشه و طبعا یه همچین مبلغی یا حجمی رو بدون دخالت یا حمایت یک دست قدرتمند، همونطور که در آمریکای لاتین دولت‌ها سهیم بودن و هستن در برخی، هنوز به نحوی در کولومبیا و حتی در کشوری مثل مکزیک، به هر حال در ایران هم به این نظر کارشناسان سازمان ملل بود که دشمن بسیار پیشرفت‌های ما هستن، غربی‌ها به خصوص. نمیتونم ببینن که ما به هر حال از این طریقی به درآمدهای تقریبا ملی و ملی ترمون، یعنی در واقع همون درآمدهای به اصطلاح رهبرانمون اضافه بشه، نمیخوان ببینن. فقط میخوان مثلا فقط ترامپ رو ببینن بگن آقا 11 میلیارد داره، مثلا خیلی پول داره. نمیتونن ببینن مثلا آیت الله خامنه ای خود ما بالای 100 میلیارد دلار زیر نگینش داره. اینی که گفتن که این حجم ترانزیت مواد مخدر بدون قدرت حمایت قدرت دولتی امکان پذیر نیست. خب وقتی اینو از سردرختی از طالبان میخرن و باندهایی که پشت طالبان بودن و هنوزم هستن، نمیخوان ایران توسعه پیدا کنه و در حد تولیدات محلی، ما باید یه اقدامی بکنیم، مشت محکمی بزنیم. مراکز بهداشتی اصلا باغ و درخت و اینا برای چی میخواد؟ مریض بی مرکز بهداشتی بیاد دواشو بگیره بره دنبال کارش. تازه اگه دوا نداریم هم سر در بزنیم بگیم نداریم، دکترم اگه دو بیکار داره میگرده اینا، خب میگه بس دیگه است، مزاحم نشن. تمام این جاها رو حتی میتونیم جایی که لازم نیست، بیمارستان اینا که حالا نساختیم، کار بسیار خوبی کردیم، ولی همینایی هم که هست اگر دوا و درمون لازم هم نیست، این بیمارستان دولتی میتونیم تمام برداریم و به جاش بکاریم و تولید کنیم و صادر کنیم و حداقل مصرف داخلی خودمون رو تأمین کنیم. از این بابت علمای ما به فکر خیلی چیزا هستن، بیکار ننشستن. سابقا خب میخوابن، الان هم البته اگه بخوابن باز همچنان خواب عالم، خواب مؤمن عبادته، مثلا علما دیگه عبادت اندر عبادت هست. برحال از جمله کشفیاتی که میکنن فیزیک، شیمی، اینها، ما قرار بود آب و برق و اینا مجانی بشه، خب به نحوی نشد، مشکلات شد، دشمن نگذاشت و همه این مسائل پیش اومد. الان هم کم کم هوام دیگه کم کم لازم نیست. در تهران که همینطور پیش بریم تا 10-12 سال دیگه که به طور کلی عادت به اکسیژنمون از دست میدیم.
در روایات، حالا هر کی که روایت میسازه، ما بیل به کمرمون که نخورده، ما میسازیم. حتی میگن ماهی ها اول آدمی زاد بودن، به مرور چون اکسیژن دیگه لازم نداشتن، سعی کردن که این چه کاری رفتن و در دریا و عادت کردن دیگه بدون اکسیژن، به معنی روی زمین بودن دور از آب دیگه عادت کردن. ما هم کم کم عادت میکنیم، آبم گیر نیورده، من اینطوری به هر حال یه کارش میکنیم. میشنویم یکی از علمای ما واقعا حرفی که میزنه چقدر منطقی، چقدر توأم با عدالت، چقدر درست، چقدر به سود، یعنی حرف درستی زد. بیت المال که نباید ما مصرف کنیم، یعنی عوام مصرف کنیم ولی چی تولید نکنیم. با هم میبینیم. تو به اندازه ای که هوا مصرف میکنی باید هوا تولید کنی. تو میای قند رو با اکسیژن ترکیب میکنی، میسوزی، باش حرف میزنی. من الان با شما حرف میزنم، مغزم کار میکنه، قند ساکاروز هم مصرف میکنه. کثافت هوا رو هم درخت میبره دیگه، CO2 رو این گرفت دیگه، نباشه این CO2 یا لایه اوزون تا از بین میبره. خب البته این که مغزم کار میکنه ادعای ایشون هست، ولی قند مصرف نمیکنه، ایشون عسل میگن، اصلا عسله که مصرف میکنن. برای به فکر باشید، کم کم ما باید عادت کنیم و واقعیت هم همینه. ما نمیتونیم همینطوری هوا تولید کنیم، مصرف کنیم و تولید نکنیم. چگونگیش رو بعد خود علما حتما مطرح خواهند کرد که چگونه هوا تولید کنیم. خود علما سال هاست که در این زمینه طبعا پیشتاز هستن. من مطمئن هستم که علمای ما ابدا این نیست که از بیت المال همین هوا مصرف کنن و تولید نکنن. حوزه های علمیه ما سرشار از این نظر به خودکفایی قطعا رسیدن، یعنی ابدا. حق مردم، حق الناس رو که نمیخورن هیچی، هوای بیت المال رو، اون رو هم حتما مواظب هستن و همون اندازه شاید هم بیشتر تولید میکنن. همراه شما عزیزان خواهیم بود در ادامه خبرهای ویژه از جمهوری ولایت در تفسیر خبر. ببینید همینه، ما گرفتار هستیم، با دشمن در جنگیم، داریم می جنگیم. شکوفه می رقصد با باد بهاری، نرسیدیم این 40 سال جلو این شکوفه ها رو حالا نگیریم، بهار میان
ولی دیگه رقص اگر قرار بود شکوفه برقصد با باد بهاری دیگه انقلاب چرا میکرد؟ فرصت نکردیم این وزارت کشاورزی چه کار میکنه؟ من نمیدونم. حالا یه مقدار جابجایی پول هست، انتقال پول هست، این کارا هست. این عیسی کلانتری الان چه میکنه؟ گزارشگری میکنه که بله مثلا دهواز هوا اینطور و اونطور و اینا به جای خود، ولی بگیرید شکوفه بی خود میکنه میرخصه با باد بهاری اونم. این از این موضوعات فقط دشمن شاد میشه. از این به بعد رو درواسی که نداریم، تمام این شکوفه ها رو اون آقای احمد شاملو از این شعرها گفته بود، نمیدونم روزگار غریبیست و بقیه مخلفات روزگار رو. خب همینا بود، جلو اینا رو نگرفتیم، این شد که شکوفه هم از راه با باد بهاری میرفت. از این به بعد تیرباران کنیم شکوفه های بهاری رو، ارفاق کردیم، این شد. ما باید بریم برسیم به این جامعه ای که انقلاب واقعا براش کردیم. یعنی چی؟ من بارها گفتم در اینجا ما به هر شهری، به هر محله حداقل باید یک امامزاده برسیم تولید کنیم. و هر خانواده ای بارها ما اشاره کردیم روحانی لازم داره. ما برای این کارها که انقلاب نکردیم، برای تولیداتی که هست نشون دادیم و بعد از اون بابت خب به هر حال به خودکفایی تقریبا رسیدیم، بخشش هم صادر کردیم کشورهای دیگه. ولی بقیه چی؟ آیا هر خانواده یک روحانی داره؟ نه. میبینیم با تو را مراجعه میکنیم، میگه برو باشی متخصص، فوق تخصص. تا مرحله آخر رسیدیم فوری میگه این مشکل اعصاب شماست. مشکل اعصاب یعنی چه؟ یعنی دست ما نیست، یه روح و روانه دیگه مشکل داره. خب ببینید امروز روح روان تو مسجد حل میشه، با روحانی حل میشه. یعنی ما در کنار طبیب خانواده روحانی خانواده میخواییم. هر خانواده به روحانی باید وابسته باشه. چرا؟ چون بعضی حرفا رو پدر بره پسر نمیتونه بزنه، پسرم بره پدر نمیتونه بزنه، زن بره شوهر نمیتونه بزنه، شوهرم بره زن نمیتونه بزنه. این روحانی میاد واسطه میشه، با زبان خودش بره مردم میگه. تمام نیاکان ما هم و اینکه علما در ایران تونستن این جور مردم رو چنان با فرهنگ به وجود بیارن که الان سرمشق همه دنیا شدیم. خب بله درست هم همینه. یعنی یه حرفایی از پدر نمیتونه به پسر بزنه، پسر نمیتونه به پدر بزنه، دختر و زن، زنام که کار اون مسئله جداست، اونام که تو خیابون اینا تو سرشون میزن. بنابراین اینی که روحانی میخوایم، هر خانواده، هر خانواده یک روحانی میخوایم و کار ساده تر از این نمیشه. پدر و پسر حرفایی که نمیتونن به هم بزنن روحانیه میری میزنن. حالا روحانی هم نبود، مثلا فرض کنید مخلفات روحانیون مثل معلمین قرآنی که ما داریم تولید کردیم، اینها پارت تایم، نیمه وقت، نیمه وقت، نیمه وقت میرن و به عنوان روحانی خانواده سر تا پا. معلمین قرآنی که دیدید دیگه، یکی از اونا که همین تو سیستم. برحال اینا رو ما باید هر چه زودتر با چون این برنامه ریزی هایی برسیم به خودکفایی. هر خانواده یک روحانی و هر محله یک امامزاده. شکوفه و بهار و باد بهاری میرخصد و اینها تیرباران شکوفه ها، زنان و بانوان هم که از استادیوم گرفته تا چوب و چماقی که هست که داریم اقدامات انقلابی اسلامی مکتبی هرچی که هست رو داریم انجام میدیم. میرسیم به بخش روایات، روایت های تازه از روحانیت ولایت مدار. با هم میبینیم یکی از اونها رو که تا به حال ما فکر میکردیم تا به حال اینها رو به ما نگفته بودن مگر آمریکا میذاشت که روحانیون ما این واقعیت ها، این حقایق رو نسبت به درباره آینده و ایران و جهانیان بگن، که الان فقراتی از اونها رو ما ناچاریم در اینجا نشون بدیم، جبران کنیم، جبران کنیم این عقب موندگی خودمون رو که تا پیش از انقلاب گرفتارش بودیم. با هم میبینیم امام حسین زنده میشه میاد بیرون، متکفل امور امام زمان امام حسینه.
امام حسن به امام زمان غسل و کفن و نماز و دفنش میکنه. اینجایی که امروز میری کربلا و قبر امام حسینه، آینده قبر امام زمانه. امام حسین سلام الله علیه 50,000 سال بر کره زمین حکومت میکنه. حدیث داریم اونقدر ابروهاش بلند میشه که ابروش با دستمال میبندن. بله ببینید همچی روایتی تا حالا اگر شنیدید خب به ما باید میگفتید، نگفتید، نگفتن، نگذاشتن. ما فکر میکردیم که برقراری عدالت و اینا خیلی سریع انجام میشه. 50,000 سال به گفته ایشون طول میکشه، تازه معلوم نیست که برگزار میشه یا نه. به گفته ایشون فقط ابروان امام سوم شیعیان بلند میشه، بقیه مسائل رو چندون اشاره نکردن، لابد در روایت های بعدی ایشون خواهند ساخت خواهد آمد. شوخی نیست این حرفا. توجه کنید ما یکی از کمبودایی که داشتیم کمبود روایت، روایتی که به ما میگفتن رو منبرها، خب اینا درش نبود به هر حال، یا بوده نمیشد اگه میذاشتن. الان از این بابت به خودکفایی رسیدیم و بقیه مسائل اینها. و یک نوع چینی در تاریخ شیعه اخیراً بهش اشاره شده که من فکر میکنم یه توطئه پشت این هست. با هم میبینیم بعد نگرانی خودم از این بابت میگم. در مدینة المعجز حدیثیه که یک شخصی آمد پیشه از چین، از چین آمد خودش رو رسوند مدینه پیش پیغمبر، گفت دنبال اون دینی میگردم که شعارش لا اله الا الله، پیغمبرش محمد رسول الله. حالا که زمان خلافت اون قاسب اولیه، ولی امامش علی ولی الله. گفتن نه 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 سرتو میبرن، این نیست، این تو خونه نشسته، خلیفه یکی دیگه است. گفت نه من این دینو میخوام. دستشو گرفتن آوردن خدمت حضرت، میگفتن آقا این همچی. حضرت بهش فرمود، گفت خب تو از چین اون زمان چجور فهمیدی این دینو؟ گفت آقا من باقی دارم، یه گلی تو اون باغ باز میشه، یه طرف گل برگ گل نوشته لا اله الا الله محمد رسول الله، اون طرفش نوشته لا اله الا الله علی ولی الله. مثل اینکه این گفت که آمد اون چینی خدمت پیامبر اسلام و بعد این حرفا رو زد، بعد در زمان ابوبکر بوده، خلیفه اول مسلمانان. حالا این زمان ها پس پیش میشه، اندل لزوم روایت اگه طلب کنه چند زمان با هم هم میتونه باشه. اون همه با همی که آیت الله خمینی گفت این روزا برای این کارام به درد میخوره. من نگرانیم فقط این هست که مبادا این چینی ها این روایت چینی ها ساختن دادن دست این بابا، چون چینی ها که همچی میسازن شاید روایت هم برای ما بسازن، چه اشکال داره؟ به هر حال این روایت رو شاید دارن دست این بابا، دارن زمینه رو برای صادرات تازه گلی چیزی، گل مصنوعی که این برش یه چیزی اون برش یکی، مثلا نوشته مثلا آیت الله خامنه ای مثلا 1500 سال پیش، اصلا پیش از آمدن اسلام حتی پیش بینی میشد که مثلا آیت الله خامنه ای به ولایت میرسه در ایران و این. از این کارا چینی ها بعید نیست، روایت سازیشون هم بد نیست. چینی اونا دوره بسیار طولانی دارن در روایت سازی از مارکس و انگلس و اینا، که هیچ مارکسیست رو دور ده. من تا اونجایی که میدونم اکثر مارکسیست ها حتی در خود شوروی هم اینو هم بعدها مطرح شد، اکثرا هم مارکس رو کی حوصله داشت اون همه رو بخونه. یه روایت میساختن اینو مارکس گفته، میگید نه برو گز کن، برو بخون تمام مارکس. این هست. حالا از این روایت هم احتمال داره بسازه، به هر حال باید گوش به زنگ باشیم. و تازه من این کاری کردن چه اشکال داره؟ چینیه دیگه، از مور و تسبیح و آفتابه، که از آفتابه که از ارکان اساسی این دور و زمانه در حکومت ولایت هست و اینایی که میسازن بقیهش هم بذارید بسازن دیگه. ولی نمیدونم در دوره تحریم آیا اگه کالایی رو در ارتباط با این روایت تولید کردن میتونن صادر کنن یا نه، اونم راش که پیدا میکنه. من زامن که هستم بابک زنجانی ها و بقیه و اینها. باز هم یک روایت تازه که من اینجا میگفتم این زلزله غرب کشور یک توطئه هست پشت این، باید کشف بشه، باید این زلزله زدگان رو گرفت بازجویی کرد، اندل لزوم مورد محبت و الطاف ولایت مدارانه قرار داد در زندان ها.
که میبینیم نمونش بسیار هست. شما میگفتید خیر. الان ببینید این روایت رو. واقعا نباید گرفت اونها رو. با هم میبینیم. خیلی توی این قصه زلزله کرمانشاه دلم برای امام زمان سوخت. یه سخن ما گفت. خدا مثلا اینا چند ماه مگه تو چادرها بودن؟ 5-6 ماه. همه گفتیم وای اینا تو چادر زندگی میکنن. 1184 سال امام زمان در به در بیابونا است. یک بار دلمون نسوخت که امام زمان تو بیابونا تو چادر داره زندگی میکنه. آخه تو شهر که نمیاد. برای چی بیاد؟ بیاد ارث بخوره. یعنی همه گناه رو ببینه. بیاد بعضی جوانای معتاد. بله این هم نکته ایست که من اشاره کردم دیگه. این زلزله زدگان رو 6 ماه نازک نارنجی بار اومدیم ما. زلزله زدن خب زیر آسمون هستید، حالا هوای مقدار سرده و تحمل کنید، گرم میشه فردا، باز چه مشکلیه؟ حالا امام زمان ایشون میگه مثلا چرا شهر بیاد، ولی یکی دیگه از همین فقره های همین روحانیون حکومت میگفت امام زمان زنی گرفته، همسری داره در تهران. این روحانیون قبلی که روایت دیگه ای به ما میگفتن رو اونا را باید پیدا کرد و محاکمه کرد. نه کارهای دیگه. برحال این زلزله زدگان غرب کشور دیگه از این به بعد، نه تنها اونا، از این به بعد هر زلزله هر سیلی در ایران اومد و کسی صحبت اینو کرد، گله کرد، پوشش نداریم، سرپناه نداریم، بچه هامون پا برهنن، لباس ندارن، مریضن، دیگه این حرفا رو ما چی نداریم. برای اینکه به روایت ایشون امام زمان بیش از 1000 سال هست در بیابانها آواره. سوال ساده اینه، خب شاید بهتر باشه به روایت ایشون از این بابا من سوال میکنم، خب شاید آیا بهتر نیست پس هر چه سریعتر ظهور کنن؟ نمیدونم، شاید این نمیدونم، این پرسش ایست فرم. برحال باز هم روایتی دیگه در ارتباط با امام زمان از زبان روحانیون حکومت. 15 سال قبل محضر مقدس امام زمان مشرف شدم. کسی بود که دلداده امام زمان در طلب حضرت، در حالتی که داشتن قضا میخوردن آگوشتی اینا تلیت کرده بودن، داشت مخورد حضرتشی مورده و از کاسه او خوردند. بعد فهمودن که میدونی چرا هم کاسه شما شدیم؟ نه فهمود، چون شما آقای خامنه ای رو تقویت میکنید. یک عمل تقویت آقا به هر نوعی سبب جلب محبت امام زمان. الحق جای روبی که منصوری خالی، این موزیک به ناز و عشقی که این بابا بالای منبر داشتم واقعا میخورد و کاملا همراه و درست بود. اما این روایت رو حالا من با اون روایت قبلی نمیدونم چطور میشه امام زمان به گفته اون قبلی در بیابان‌ها بیش از 1000 ساله، ولی در اینجا با یک بابای اشاره کردن که آب گوشت می‌خوردن، این دیگه به گردن خود اینها. لابد روایت که می‌سازن روایت یدکی‌هایی هم داره که این یدکی‌ها رو باید گشت و پیدا کرد و اینها در روایت آمده است، در یدکی روایت هم آمده است، کم کم لابد گفته خواهد شد. این روایت‌ها به هر حال همینطور نیست. این روایت های جدید مثل روایت های قدیم که نیست که، روایت های جدیده، پست مدرنیسته به اصطلاح. با هم میبینیم از این فقره روحانیون که ما میبینیم، اینی که ما میخوایم به فکر دیگران هستیم. حال درسته که مثلا برادران افغان، ملت افغان و هر عنوان دیگه در طول تاریخ ما نامیدیم به ایران میان، هیچ حقوقی ندارن، اگر زن ایرانی میگیرن، همسر ایرانی دارن، بچهشون حق نداره شناسنامه بگیره و بقیه، و بعضی جا راه نمیدیم، بسیار هم زحمت کشیده، همه اونا به جای خود. منتها این نیست که به ما بگید به فکرتون نیستیم. چرا هستیم؟ این همه زحمت میکشیم
چه میکنیم؟ ما فقط به فکر این نیستیم که به هر خانواده ایرانی یک آخوند برسه، به فکر افغان ها هم هستیم. طالبان نتونست این کار بکنه، ما میکنیم، با هم میبینیم. ما انگوش شمار بودیم، حدودی 40 نفر بیشتر طلبه افغانی در قم نبودیم. قبل از انقلاب 40 نفر بیشتر نبودیم. این 40 نفرم بسیار به مزیقه زندگی میکردیم. الان به حمدالله در حوزات علمیه قوم و مشهد و جاهای دیگه بیش از 15,000 طلبه افغانی درس میخونه. هیچ کسی هم نمیگه کجا میری. اگر کسی بیاد طرف افغانستان بگه من میرم افغانستان برای تبلیغ، یک پولی هم میده و برو. حضرت آیت الله عظمای خامنه ای برایش پول میده که به زمین نمانی، ایره بگیر تا تو تقویت شوی، علمای افغانی و طلاب به تو مراجعه کنه، شهریه بدی. کی کار میکنه؟ خب بله، ببینید ما به فکر افغان ها هم هستیم، یعنی مردمان نازنین افغانستان هم هستیم. 15,000 طلبه افغانی از قرار هر طلبه چقدر؟ حداقل $1,000 فی 15,000 بکنیم ببینیم چقدر میشه. بله 15 میشه و در واقع این خرج یک ماه، یه روز، دو روز، یه هفته، سه هفته، هر چقدر که هست. و همینطوری بریم جلو و جاهای دیگه هم ما داریم، جاهای دیگه هم داریم، از نیجریه گرفته تا مختلف، جاهای مختلفی ما داریم، کشورهای آفریقایی، کشورهای به اصطلاح مسلمانان، شیعیان عربستان گرفتی، که ما در واقع یک نوع جدیدی رو میخوایم صادر کنیم به خود زادگاه اسلام، از عربستان گرفتی تا کویت، تا امارات، تا بحرین، تا کشورهای دیگه‌ای که هست. تولید یک کسی مثل خود شیخ زکزاکی کار کمی نبود، کار کمی نبود برای یک حکومت. این همه سال در نیجریه آیا تونستن یک حکومت یک شیخ زکزاکی برای ما تولید کنن، برای اون مردم جان برکف نیجریه با همه درآمدهای نفتی که داشتن؟ خیر، اینا رو ما باید توجه کنیم. طالبان شکست خورد در سیاستهایی که داشت. حالا هر دستی پشت طالبان بود، یک جنایی در آمریکا و پاکستان و این برا اون برا دست به یکی کردن و طالبان رو به هر حال. مجاهدین افغانستان، گلبدین حکمتیار رو آوردیم در ایران و بقیه بسیاری دیگه، نتونستن، کاری از پیش نبردن. این دار و دسته بعدی که اومدن هیچ کدوم نتونستن، از ملا محمد عمر گرفته تا بقیه. خب یه کسی باید آستینا رو بالا بزنه، چه کسی بهتر از ما، چه کسی بهتر از ولی فقیه ما. این هست که به فکر هستیم و ما خواهیم رسید به نقطه ای که نه تنها میتونیم روحانی صادر کنیم، بلکه به زبان‌های مختلف تولید کنیم. به هر حال از این بابت میتونیم به نحوی به خودکفایی برسیم. دیگه این صادرات غیر نفتی ما فقط این نباشه که فقط فرش ایرانی باشه، که دیگه کم کم هم دیگه نیازی نیست صادر کنیم، برای اینکه رقبای بسیاری پیدا کردیم که اونا این کارو، این زحمت رو میکشن، که چی ما زحمت بکشیم؟ ما میتونیم تولید روحانی بکنیم، نه این شیخ پرزیدنت، دکتر حجت الاسلام و المسلمین و بالعکس حسن روحانی. مقدار زیادی فقط پارچه و بقیه چیزا، دست خارج و این چیزا رو لازم داره که داریم. این دست خارج ما وعده دادیم بارها و بارها که درباره صحبت کنیم. بیشتر همین مباحثات در حوزه علمیه رو بیشتر، یا فن خطابه و فن
به سام مباحثه و مغلطه و سفسطه و از این قبیل رو که در بر میگیره میشه درس خارج. مثل دستگاه موسیقی هست که یه کسی خارج میزنه، این هم در واقع همونه. من دیدم از این تولیدات درس خارج شیوه‌های سفسطه‌ای که هست در این بحث‌های تلویزیونی هست دیگه. گروهی از این اصلاح طلبان میان و تعریف میکنن مثلا دموکراسی دینی رو، که مثلا نخه این دموکراسی وجود داره، مثلا در زیر سقف حکومت دعوای این جناها با هم بازی نیست و فلان، ازشون هم پرسیده نمیشه که در زیر این سقف حکومت اولا ستونهای این حکومت از چی هست و اون چیزی که زیر سقف حکومت تعیین میشه بیرون که میره چی هست. اونجا آیا بازی نیست با مردم، نه با خودشون؟ بله، اونجا اون زیر سقف حکومت که پایه‌هاش خیلی از این مسائل هست، خب بله اونجا بزن بکوب هست و بزن بکش هست بین جناهای مختلف حکومت. بیرون از این سقف حکومت، این از مزایای درس خارج هست. یعنی سفسطه و اینها هم از همین درس خارج و یکم مکاسب تنها درسی است که اسمی ازش برده نمیشه خوشبختانه، در اون همون یه جور حسابداری و اقتصادی است و مربوط به مسائل خمس و زکات و اینها میشه و بقیه مسائلش که اونها که ما خبره و همه اینها شدیم که دیگه، چنان مکاسبی خوندیم که دلار حالا این بر میره بالا مهم نیست، از اون بر میره بالا صادراتش در بانک های خارجی. بنابراین خواهیم رسید به روزی که جهان اسلام رو ما سرشار رو بی نیاز بکنیم از آخوندهای ساخته غرب و این ورون و از آخوندها و ملایان ساخته سازمانهای اطلاعاتی این ورون ور. خودمون تولید میکنیم، از ایران صادر میکنیم، انواع و اقسام، از شیخ زکزکی گرفته تا روحانی دلوکس هم حتی میتونیم، بله، برای کسایی که نیاز بیشتری دارن یا وسعشون بهتر میرسه و صادر کنن و جای صادرات نفتی خودمون رو با این پر خواهیم کرد. آمریکا هم هر کاری خاص بکنه بکنه، تحریم کنه، هر کاری، اثری نخواهد داشت، چون درآمدهای ما از طریق دیگه ای تامین میشه. به پایان برنامه رسیدیم. سپاس از شما عزیزان که با من و گروه تفسیر خبر همراه بودید. همراه شما خواهیم بود در شماره آینده تفسیر خبر. با امید به فردایی بهتر. با برآمدن آفتاب از فراز البرز، سهند و سبلان آسماری، کوهساران دنا دراک الوند، کوزان رست و تفتان و تابشان بر فلات ایران. روزگارتان خوش، تندرستیتان پایدار باد. ایران هرگز نخواهد.